wrong. ما الان گفتیم که فعالیت های موشک ایران از کنترل خارج, خارج شده و این ناقض قدنامه 2231 است از, از جهات مختلف ایران در مسیری افتاده که به شدت داره موشک بالستیک تولید میکنه و از شورای امنیت می‌خوایم که تحریم های بیشتر و محدودیت های بیشتری علیه این فعالیت های ایران اعمال بکنه مانند آنچه که در قدنامه 19 قبلا بود مسلما ما می بینیم که بر جا موفق نبود در جلوگیری از این فعالیت های ایران و شورای امنیت مسئولیت و وظیفه داره که جلوی این فعالیت ها رو بگیره الان امریکایی ها و اروپایی ها همه در خطر تهدید موشکی ایران هستن حالا آماده هستم سوال های, سوال های شما جواب بدم سوال این است که آیا فکر می کنید که تحریم های بیشتری چه علیه ایران چه علیه اتحادیه اروپا انجام بشه با توجه به اینکه قرار هستش که اتحادیه اروپا شاید اون سازکار ویژه رو به راه بنزه؟ من هیچ وقت جلو جلو اعلام نمی کنم تصمیم نمی گیرم. باید حقایق روشن بشن اما ما خیلی واضح و روشن به آنچه که مجاز هست و آن چیزی که مجاز نیست خیلی واضح و روشن صحبت کردیم اگر اروپایی یا این سازکار ویژه خودشون رو درست بکنن خب ما اونو بررسی میکنیم مطالعه میکنیم اما اقلام انسان دوستانه و دارو و پزشکی هیچ وقت شامل تحریم ها نمی و اما در غیر این مسائل خارج از این مسائل هر کسی تحریم ها رو نقض بکنن ما اقدام میکنیم سوال این هست که شما شنیدید که هم تایان اروپایی خودتون ابراز حمایت کردن از برجام و فرانسه گفت که شاید فشار به تنهایی وضعیت رو تغییر نده الان یک سال دیگه اگر باشه از اینکه زمانی این که خارج شدیم از برجام گذشته آیا فکر میکنین تغییری پیدا شده الان ما دیدیم که فعالیت ایران بیشتر شده دو هفته پیش دیدیم که صحبت از گزینه نظامی بود و منتقدین دولت میگن که این شاید دوباره مسئله عراق تکرار بشه اگر تحریم ها موفق نشه اون وقت چه میشه خب اول باید بگم که آن چیزی که موفق نبود خود برجام بود. تمامی فعالیت های موشک بالیستیکی ایران به غیر از این دو مورد آخر تیه توافق عملی بودن توافق انجام شد. بنابراین اگر بیایم جا راجع به این تلاش تروری که ایران در اروپا میخواست ارائه بده فعالیت اون در یمن فعالیت های مخربش در عراق و این فعالیت های موشکی که امروز راجع بهش صحبت میکنیم اینا همه در دوران عملی بودن توافق صورت گرفت الان فرصت آن هست که شورای امنیت جدی شود در رابطه با این ریسک جدی تولید موشک های رژیم ایران این ما مصمم هستیم که هر آنچه از دست ما هم برایت همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت که مطمئن بشیم که اقدام درست بکنیم رهبری براخته می‌گیریم، میگیریم شنیدین یازده عضو شورای امنیت به ایالات متحده پیوست و اونها هم ابراز نگرانی کردن در رابطه با تولید موشک توسط ایران ما با این اطلاف کار خواهیم کرد تا یک سری واکنش هایی در این زمینه ایجاد بکنیم در رابطه با موشک بالستیک و موشک هایی که بتونه کلاهک اتمی حمل کنن سوال این هست که دیدیم که حمایت های زیادی از کشورهای اروپایی برای برجام بود از سوی دیگر انتقاد هم در رابطه با فعالیت های مخرب ایران شنیدیم آیا فکر میکنید که کشورهای اروپایی دارند به آمریکا نزدیک میشن؟ همه کشورهای اروپایی خودشون نظر خودشون رو ابراز کردن اما مشخصه که نظر ما با اونها در رابطه با برجام متفاوته بله اونها هم به نظر خودشون رو گفتن اونها فکر میکنن که اون بسیار این برجام بسیار خوب هست در صورت که من و پرزیدنت ترامپ فکر میکنیم یک فاجعه است به نظر ما جمهوری اسلامی ایران مقایر با تضمین امنیت مردم در همه جا داره عمل میکنه ما الان به دنبال ایجاد یک اعتلاف هستیم برای مقابله بر با آن ممکنه که حالا این اعتلاف زمانی تشکیل بشه که هنوز این برجام کشورهای اروپایی به اون پایبندن ممکنه خارج از اون باشه آلمان فرانسه بریتانیا تنها نیستند بسیاری کشورهای اروپایی دیگه هستند خاور میانه آسیا آفریقا اینها تحت رهبری ما اولا که قبول دارن که ایران یک ریسک و خطر هست و اینکه باید پاسخی پیدا کرد که جلوی ایران رو بگیره سوال از شبکه الجزیره امروز شما در صندلی بودین که معمولا خانم هیلی در اون هست او در یک مصاحبه گفت که وظیفه در واقع دولت سعودی هست که باید مسئولیت قتل جمال خاشقجی رو عهده بگیره آیا شما موافقید که محمد بن سلمان مسئول من فکر میکنم آن چیزی که خانم هیلی گفت درست مطابق آن چیزی که چه پرزیدنت و چه من گفتم هست و اون این است که ما الان یک تعداد زیادی از پرس افرادی را که مسئول قتل جمال قاچاقچی بودند در واقع اقدام کردیم علیه اونها و امیدواریم که به جایی برسیم که دیگران را هم که تا شناسایی بشن این کار رو بکنیم من البته حرفای خانم هیلی رو نشینم ولی مطمئنم که اونم با من هم نظره که منافع آمریکا در منطقه مهمه و هم تایی و همکاری ما با عربستان بسیار مهم همه و در دو سال اول ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ اهمیت داشته و می‌خوایم این ادامه داشته باشه برای حفظ امنیت آمریکا